بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشاینده و نهایت مهربان و با عرض سلام و درود خدمت رسول مقبول اسلام حضرت محمد مصطفی سرور کائنات، دکتر بنو نهایت ناظرین، سلام بر شما. خدا کنه که جور صحتمند باشین و از گزند روزگار، انتحار و انفجار و بیماری مهلک کرونا در امان علی یکتا و به همتا باشید. دکتر بنو نهایت ناظرین، خوشحال هستم که در خدمت شما قرار دارم. من دکتر همید همکار در این سمستر مسئولیت مضمون ساعت عامه شما را به دوش دارم که انشاءالله بتانیم با همکاری همدیگر و با یاری پروردگار بتانیم که از مضمون ساعت عامه بخش اولش که مربوط به انوایرمنتال هلت یا صحت محیطی هست چیزایی را بیاموزیم و در زندگی مسلکی خود و در زندگی یومی خود از آن استفاده مبرم و عظمی را بکنیم. دکتر بنو نهایت ناظرین، کورس پالیسی آماده شده با یک صنف تحویل دادیم و صنف دیگه هم انشاءالله از طریق گروپ ها انشاءالله ارسال میشه. ما اونمو مسئله دو امتحان خود داریم در سمستر 20% و نهایی و 10% نمرات کارخانگی و فعالیت صنفی شما و همچنان مربوط به سمینارهای شما میشه که در جریان سمستر انشاءالله که تطبیق خواهد کردیم اگر خداوند یاری کرد و زنده ماندیم. ببینیم که تصمیم پنتون باز چی هست. اگر تغییرات آمد در روند کورس پالیسی ما، انشاءالله که توسط شما یک جا با هم حلش میکنیم و تایی که به منفعت هم پنتون باشه و در کل منفعت شما مهمتر از همه چیز است که شما چیزایی را بیاموزین و در زندگی مسلکیتان استفاده بکنین. دکتر بنو نهایت نازنین، ساعت عامه یکی از مضامین بسیار مهم و اساسی هستم که در رشته استوماتولوژی و رشته طب معالجوی خوانده میشه. در پنتون کابل هم در پنتون شما همچنان مطالعه میشه. شما دو سمستر میخوانید. کسانی که تازه در پروگرام استوماتولوژی جوین میشه و در معالجوی جوین میشن اونا سه سمستر میخوانن. شما دو سمستر میخوانید، سمستر 8 و سمستر 10 که لکچر اول شما مربوط به انوایرمنتال هلت یا چپتر اولتان هسته. انشاءالله که با هم پیش میبریمش. دکتر بنو نهایت نازنین، قبل از همه چیز که ما شما پیرامون درس خود صحبت میکنیم، باید تعریف مضمون خود بفهمیم. شما یک مضمون در تقسیم خودتان گرفتیم به نام پابلیک هلت یا صحت عامه نوشته بود که خود صحت عامه چی هست، چه نوع یک علم است، از چی بحث میکنه، باید اینو بفهمیم که بسیار مهم است. صحت عامه دکتر بنو نهایت نازنین یا بهداشت عمومی یا پابلیک هلت عبارت از علم پیشگیری از بیماری ها هست. طولانی کردن زندگی هدفش هسته که از راه های متعدد بتانه پیشگیری بکنه، وقایه بکنه امراض گوناگون از محیط تا ای که ما شما بتانیم که وقایوی پیش بریم، نه مالجوی، نه دوایی. برای ما همیشه چی میکنه؟ راه آسان و بهتر نشان میده از طریق تلاش های سازمان یافته و انتخاب های بجا، چی خصوصی باشه چی عمومی باشه، میتونه که در جوامع پخش بکنه. مثل از اینکه ما شما در فصل کرونا قرار داریم، بر ما ساعت عامه ما چی میگه؟ میگه راه های متعدد بر ما پیشنهاد میکنه تا به خاطر که مصاب نشیم. نمیگه که فلانا دوا را بخو که مصاب نشیم. میگه ماسک استفاده بکو تا اینکه در امان باشی از ویروس کرونا. دستکایتون سانیتایزر بزنین، زود بشورین، غذای سالم بخورین، خوابتون خوب بکنین، استرس های روحی و روانیتون کاهش بدین تا اینکه در امان باشین. چی میکنه؟ ما شما را علم پیشگیری هست، علم وقایه است. میگه اینی کارا رو متعدد انجام بده تا اینکه مصاب نشی خدای نخواسته به بیماری مهلک کرونا و یا کووید 19. پس صحت چی از دکتر بنو نهایت نازنین؟ صحت عامه را فهمیدیم علم پیشگیری هست، علم وقایه هست. پس خود صحت چی هست؟ ما به صحت یک تعریف دادیم که WHO یا سازمان صحی جهان برامو میگه. میگه عبارت از حالت کامل فیزیکی، اجتماعی، روحی و روانی، معنوی. تنها غیابت یک مریض مرض ما نمیتونیم بگیم صحتمندی یا صحت خطاب بکنیم. چی گونه؟ اگر ما شما یک انسان مثال میتیم، میگیم از لحاظ فیزیکی باید کامل باشه. 206 استخوانه که یک فرد بالغ باید داشته باشه، باید داشته باشه. نه یه خدای نخواسته از لحاظ فیزیکی یک دستش انومالی داشته باشه یا دستش امپوته شده باشه، قطع شده باشه، و یک خدای نخواسته گوشش نباشه یا لاپچاک یا کامچاک داشته باشه که از لحاظ فیزیکی ما زمانی که یک فرد مشاهده میکنیم و میبینیم آها بگیم که از لحاظ فیزیک سالم هسته. از لحاظ روحی روانی چی هسته؟ آیا اسکلتی سالم هست؟ بدن سالم است؟ از لحاظ منتلی یا صحت روانش هم خوب هست؟ کار میکنه مغزش؟ درست نشو نمو کرده یا نکرده؟ یک آدم میبینی که سن سالش
مثلا 20 ساله شده، اسکلت بدنشون سالم هست، اما از لحاظ عقلانی مشکل داره. درست تحلیل کردن نمیتونه، درست تفکر کردن نمیتونه، صحبت درست کردن نمیتونه. این کلش چی هست؟ مشکل داره. و یک بیا یک مثال عادی بتم بخی در صنف شما. در صنف میشینه یک همسنفی یا همکلاسی خوده چی میکنه؟ آزار اذیت میکنه، کتابچه‌ش میگیره، قلمش میگیره، در بین صنفش هم مسکالک میده و یکی مسیج روان میکنه براش. این چی است؟ از لحاظ روحی و روانی مشکل داره. و یکی بعض اوقات ما در محیط خود، در جامعه خود، خود آزار میدیم، آزار اذیت میکنیم. چیگونه؟ یک آدم هست که هر کاری که در جامعه میشه میگه خب باعث ما شدم، از باعث ما شد این مشکل. اگر ما نمیرفتم شاید خانه را دزد نمیزد، اگر ما میرفتم گاز گلو میکردم شاید که خانه در نمیگرفت. همیشه خود آزار اذیت میکنه، همیشه ناخونهای خودم میخوره، مویای خودم میکنه، خود جانفشانی میکنه به خاطر دیگرها، خود نادیده میگیره به خاطر دیگرها، که هم از لحاظ روی روانی مشکل داره. که ما از لحاظ سطح روان میگیم که یادم سادیزم داره، یادم مازوخیزم داره، خود آزار میده، مازوخیزم، کسای دیگر آزار میده، سادیزم داره. یعنی دیگر آزار اذیت ببینه، دیگر اذیت شون، دیگر ناراحت شون، چی میشه؟ احساس خوشی میکنه. از لحاظ روانی مشکل داره دیگه. از لحاظ اجتماعی چگونه؟ ما شما ساعت گفتیم از لحاظ اجتماعی در اجتماع میره موتر خودش خود تا میکنه، قطبی پسی خودم مندازه، کله خورده، کله پوست، کله خودم مندازه. و یکی که در آن میره درخت میگیره، مشکنانه، شاخچش میکنه، گلش میکنه، گلبتر میکنه. این از لحاظ اجتماعی ناراحت کننده است. باید در اجتماع میره یک آدم دیگر توسط دید خود، توسط سبان خود، توسط حرکات خود آزار اذیت میکنه. از لحاظ معنوی خدا را شکر ما شما مسلمان هستیم. از لحاظ معنوی اگر در مسائل اسلامی ها، اسلامی و اسلامیات اگر خدای نخواسته کدام مشکل می داشته باشه، این را میگیم از لحاظ روانی. یعنی به این معنا که تنها غیابت یک مریض، مریضی را یا مرض، ما نمیتونیم که بگیم مریض است. فرض مثال شاید من مریض باشم اما مرا کرونا نخواد داشته باشم، من تانسلایتس ندارم، من جنجیوایتس ندارم، من سردرد نیستم، هدک ندارم، من سردردی ندارم، اما شاید مرا ببینیم بگه خب یادم سالم هست، شاید که من از لحاظ درونی مشکل داشته باشم، پس من سالم نیستم. یعنی تنها غیابت مریض مرضی که میگیم در یک قسمت باشه که یک آدم گلون درد نیست، اچ پایری نداره، کلیه هایش درد نمیکنه، سنگ کلیه نداره، یک آدم کرونا نداره، یک آدم مشکل دیگه جسمونی نداره، بگیم خب یادم مریض نیست دیگه، انتان نداره داخل وجودش. مایکروگانیزم ها یک طرف قضیه هسته، اما ما فیزیکال هم ببینیم، منتال هم ببینیم، اجتماع هم، روح هم باید ببینیم. صحت پس چی بوده؟ حالت کامل فیزیکی، روحی و روانی، اجتماعی، تنها غیابت مرضه، ما صحت نمیگوییم. دکتر با نهایت نازنین، صحت عامه یک رشته هسته که با همه علوم در ارتباط میتونه که باشه، اما خاصتا چندانش بیرون نویس کرده برای ما صحت ما. چی میگه؟ میگه علم اپیدمیولوژی، امیال بس اپیدمیولوژی هسته که بیماری کرونا را چی کرده؟ پیشبینی کرده که حداقل 3 سال جهان کارش درگیر هسته. رو میشیم برش، واکسین میگیریم برش، درگیر میشیم، مصاب میشیم، پس چی میکنه؟ ریکاور شاید بدن ما بکنه، شاید بسیاری را دای شوه. یک بیماری که از یک کشور میبره به 2 کشور، 3 کشور، 4 کشور، 5 کشور، پاندمی که میشه، علم اپیدمیولوژی بحث میکنه سرش. اصلاحی صحی هست، بعد خدمات صحی هست. خدمات صحی یک آدم یک شفاخانه جور کرده، نشسته کرده من اینی خدمات انجام دادم میتونم. میشه بحث چی هست؟ ساعت عامه یا ربط مستقیم با میگیره که خدماتش خوب هست، مسائل میدیکل هتکس مراعات کرده، انتشارات که میتا من این کار میکنم، امپلانت میکنم، جراحی میکنم، ساخت دندان میکنم، وینر میسازم، استرکشن انجام میتم، آیا انجام میده؟ آیا پرسنل اکسپرت داره در اونجا؟ پرسنل قابل قبول داره؟ یا نه فقط نوشته کرده، انتشارات داده، در زمانی که خدمات انجام میده خدماتش چیگونه هسته؟ یا هم یک بحث بسیار مرتبط با صحت محیطی است که هر کدام از اینا یک چپتر مشخص در کسانی که پبلک هلت میخوانند در پانتون کابل و در کشورهای دیگه میتونن که هر کدام از یک چپتر است باید سرش بحث شود. صحت محیطی که ما شما سرش بحث میکنیم، انوایرمنتال هلت، که این چپتر شما، این مضمون شما مکمل بحث با چی میگرده؟ با صحت محیطی میگیره یا با انوایرمنتال هلت میگیره که کدام گپ سخنا در انوایرمنتال هلت هست. ان شاء الله یک و یک براتون یادآور میشم. صحت اجتماعی، صحت رفتاری، اقتصاد صحی، سیاست عامه، بیمه صحی، ما صحت و مسئولیت شغلی یا occupational safety and health که یک بحث بسیار مهم است. یک آدم در جای کار میکنه، مثل که در بانک ها کار میکنه، شما بیمه دارین،
اگر یک مزدورکار میخواین که اثر چوک میارین در خانیتون، فرض مثال میخواین که پلستر بکنین، صحتش باید مد نظر بگیریم شما یا نگیریم؟ سفتی بودن فرد باید مد نظر بگیریم یا نگیریم؟ همین خوازی که بسته میکنیم، اگر خدای نخواسته مزدورکار ما یا کارگر ما اثر از اون مفته، کی ملامت است؟ خب ما ملامت هستیم پیش دولت. و یکی خدای نخواسته او را برق میگیره تلف میشه، کی ملامت است؟ ما ملامت هستیم که در اینمی قسمت صحت عامه نقش اساسی و برازنده خود داره. و یکی بیمه صحی است، شما در کشور دنیا که برین یک بیمه است پیشتون میگیره، یک بیمه میکنید آنه. مثلا ایران برین، پاکستان برین، هر جایی که برین میگه بیمه صحی داری یا نداری، که یک بحث بسیار خوبی هسته که مربوط به صحت عامه میشه. دکتر به نهایت نازنین، ما شما انوایرمنتال هلت نام گرفتیم، خب پس میمی محیط و صحت محیطی رو بشناسیم که خودش چی هست. محیط چی هست دکتر به نهایت نازنین؟ محیط مجموعه از عوامل هست، مجموعه از عوامل هست که تاثیرگذار است بر زندگی من تو، مجموعه از عوامل هست که تاثیرگذار است بر زندگی من تو، که بالای تمام موجوداتیه بخصوص ما تو. اجزای تشکیل دهندهش چی هست؟ محیط ما شما چی ساخته شده؟ آب، هوا، خاک، که هر سه از این گزینه بالای ما شما چی هسته؟ تاثیرگذار هسته. اگر هوا است امروز ما شما در طریق هوا میگیریم، آب اگر است و اگر خاک است، ما پیشگیری باید بکنیم که سلامتی و صحتمندی محیط خود باید چی کنیم مد نظر بگیریم و وقایه بکنیم تا اینکه خدای نخواسته ما شما مصاب نشیم. در فصلی که ما شما قرار داریم دکتر نهایت نازنین، این سه بس، این سه گزینه خیلی خیلی بر ما شما مهم هست دکتر نهایت نازنین، خصوصا خصوصا در وقتی که ما شما قرار داریم در فصل گرما هسته، بخش آب یا اجدوی ما شما نقش بسیار برازنده بازی میکنه. ما تحقیق میگه که اگر ما آب خود سالم انتخاب بکنیم، آب صحی خوب انتخاب بکنیم، سالم باشه، تمام فاکتورهایش مناسب به بدن ما شما باشه از لحاظ کیمیایی، آهنش، آیودینش، کلورینش، فلورینش، برومینش، یاش تمام مناسب به بدن ما شما باشه، ما شما توانستیم 90 الا 95 درصد امراض پیشگیری بکنیم، وقایه بکنیم و درمان بکنیم. 95 درصد امراض ما شما توسط آب خود پیشگیری کردیم. به می خاطر هست که میگن آبتان سالم انتخاب بکنین، آبتان به اندازه انتخاب بکنین. که سر آب، هوا، خاک زیاد صحبت میکنیم دکتر به نهایت نازنین. ساعت محیطی پس چی از دکتر به نهایت نازنین؟ میگه عبارت از فعالیت های منظم برای ارتقا و اجرای معیارها هست که شرایط خارجی سبب تولید مرض، ناتوانی و سلب آسایش انسان ها میشود. کنترلش بکنیم. دقیقاً دیگه اگر محیط ما شما خدای نخواسته نامناسب باشه، ما شما محیط ما آلوده باشه، بنابر امی سه فاکتورش، آب، هوا، خاکش، چی میگن؟ آسایش ما شما رس پیش ما میگیره دیگه، سبب تولید مرض هم برای ما شما میشه. پس اینم ساعت محیطی دکتر نهایت نازنین. یک چیز میخوایم یادآور شم، در زمانی که درسای چیستانه میخوانین، درسای آنلاین دارن مطالعه میکنین، یک نقطه را بسیار زیاد مد نظر بگیرین. کویی هست که درستان باید بسیار زیاد خوب مطالعه بکنین. من طرفدار ازی هستم که درستان در روزش بخواین، ویدیویتان خوب ببینین، بار بار ببینین. در هر قسمتش سوال داشتین، آزادانه دوستانه میتونین که سوال بکنین از خودم، تا یکی که بتانیم که درس خوب بیاموزیم. هدف از درس دادن من، هدف از راهنمایی من این هست که شما یاد بگیرید و شما هم منیس یک اصول کننده و منیس یک گیرنده خوب باشین. اینجا یک نوار براتون مونیم. چی میگه؟ میگه من درس های خود خوب میخوانم تا یک دکتر خوب و لایق شوم مثل شما که هستین. گپای انگلیسی ان شاء الله که دلابلای درس خود می داشته باشیم. اهداف صحت محیطی چی از دکتر به نهایت نازنین؟ هر مضمونی را که ما شما مطالعه میکنیم و هر کار را که در اجتماع انجام میدیم یک هدف داریم. صحت محیطی هم صد هدف داره، به صورت عموم دو هدف داره، مستقیم غیر مستقیم. مستقیمش چی است؟ مطالعه عوامل محیطی مضر به صحت انسان. چی میکنه؟ عوامل مضر شناسایی میکنه، مطالعه میکنیشه که اینی چند فاکتور هستن مضر از بدن انسان ها. بعد چی میکنیش؟ تشخیصش میکنیش، وقایه میکنه، راه های متعدد برای ما شما نشان میده تا اینکه ما شما چی باشیم؟ راحت باشیم. فرض مثال چی هست؟ در فصلی که ما شما قرار داریم ملاریا بی‌نهایت زیاد هست، کولرا بی‌نهایت زیاد هست، عامه بی‌نهایت زیاد هست، جردی بی‌نهایت زیاد است. چی میگه؟ میگه کلکینایتون جولی بگیرین، دستکایتون شستشو بکنین، آبتان سالم انتخاب بکنین، کلوریشن بکنین، فلتریشن بکنین، حداقل جوش بدین در خانه هایتان تا اینکه چی باشین؟ از امراض پیشگیری کرده باشیم.
صحت و محیطی و مشکلات پیشنهاد کرد که یکی از عوامل میتونه که آب باشه در صورتی که دیرمان شده باشه، در صورتی که کوردیشن نشده باشه. پس میگه چیکارش؟ وقایش بکن، گلیکینتم جولی بگی، آبتم سالم انتخاب کن، سکایتم خوب شده شو بکن، غذای بسیرم نخو تا اینکه مصاب نشی به امراض. بچه میکنه رفع و کنترلش میکنه که اثرات نوشی هر چی باشه، هر چی باشه که مشکل داشته باشه برای شما، جنجال برانگیز باشه، رفعش میکنه. غیر مستقیمش هست، میگه بلند بردن کیفیت محیط. به محیط به شما چی کنیم؟ بلند بریم کیفیت جو و حفظ اکوسیستم. ما شما میریم چکر، میله، تفریح، در یک سرسبزی میشینیم، خوشایند هم هست برای ما شما. اما اونجا که خود مثلا یک میوه را بردیم، تربوز که خود بردیم، بعد زمان که از تربوز استفاده میکنیم، قاشاش هم اونجا اعلام میکنیم، پوست هم اونجا اعلام میکنیم. آیا این به اکوسیستم ما شما یا محیط زیست ما شما مشکل ساز نیست به نظرتان؟ خب دیگر ما که رفتم امروز آمدم، یک نفر دیگه میره، برادرم میره، خاله میره، کاکای میره، عمیم میره، بعد محیط ما شما چی کردیم؟ بعد منظره ساختیم، محیط کشتیم، تلف کردیم، زمینی رشد و پرورش میکروب ها و حشرات اوجا ایجاد کردیم. پس ما شما چی کنیم؟ صحت محیط یکی از اهداف غیر مستقیمش چیست؟ میگه بیا که بلند بردن اکوسیستم ما شما یاد بگیریم، محیط زیست خود خوب سالم انتخاب بکنیم. در صورت عموم اهداف صحت محیطی چی است؟ دو بخش تقسیم میشه، مستقیم غیر مستقیم. مستقیمش چی است؟ مطالعه عوامل مضر به صحت انسان. دو، تشخیص و وقایه. سه، رفع و کنترل. غیر مستقیم چیز میگه بلند بردن کیفیت محیط. بلند بردن کیفیت محیط چی است؟ میگه بیایید که ما شما آب چی کنیم؟ از آب خود خوب انتخاب بکنیم، از آب مثل جوری استفاده نکنیم، درخت بشانیم، درخت ها را قطع نکنیم، سرسبزی را ایجاد بکنیم. کیفیت محیط ما بلند میره یا نمیره؟ و بعد چی است؟ حفظ اکوسیستم، اکوسیستم خودم حفظ بکنیم. فعالیت های اساسی محیط زیستی چی هست دکتر؟ این هایت نزنین خود صحت شناختیم، پابلیک هلت شناختیم، محیط شناختیم، اهداف محیطی رو فهمیدیم. حالا فعالیت هایی که اساسی انجام میده چی هسته؟ میگه بررسی و تعیین میکنیم های امراض منتقل توسط محیط و طرز وقایع و کنترلش. از محیط امراضی که منتقل پیدا میکنه، انتقال پیدا میکنه بر من تو، آب، هوا، خاک، از میسه گزینه چی میکنیش؟ طرز وقایعش بر ما میگه و طرز کنترلش هم میگه. دوم، تامین آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی. آب سر زیاد صحبت میکنیم اما سر غذا کمتر صحبت میکنیم، میخوایم سر غذا زیادتر انتخاب بگیم. دکتر به نهایت غذا چی است به نظرتان؟ غذا دکتر به نهایت نازنین مجموعه از عناصر هسته که نیازمندی من تو را رفع میکنه، و یا که غذا عبارت از عناصر اصلی اساسی برای تمام موجوداتی یا به خصوص انسان ها هست، و یا غذا عبارت از مرکبات عضوی و غیر عضوی مطابق با بدن من تو هست که ما در گرفتنش افراد و تفرید مد نظر باید بگیریم. خیر امورها اوسطها، هر چیز اعتدالش اگر ما بگیریم، ما شما دانستیم که غذای سالم انتخاب بکنیم. غذای سالم ما تنها این نیست که بگیم خب غذای ما باکتریایی شده، ما از محیط نخورین، غذای ما چتل شده، غذای ما بسیمانده شده. ما ترکیب غذا را هم مد نظر باید بگیریم، تنوع غذا را هم باید ما شما مد نظر بگیریم که آیا غذای ما شما پنج فاکتور اساسی کیمیاییش داره یا نداره، پروتئین داره غذای ما یا نداره، شحم داره یا نداره، کربوهیدرات داره یا نداره، ویتامین های فایبر های غذایی داره یا نداره، منرال داره یا نداره، تا اینکه بتونه وظایف ما اصلی و اساسی خود غذا بده بدن ما شما انجام بده. غذای ما شما به صورت عموم سه وظیفه را در بدن ما شما انجام میده دکتر به نهایت نازنین. سه وظیفه را غذا، پروتئین ها وظیفه ساختار و ترمیم بدن ما شما را به دوش داره، شحمیات و کربوهیدرات مولد انرژی یا تولید کننده انرژی در بدن ما شما، ویتامین ها، فایبر های غذایی و منرال ها رول محافظوی در بدن ما شما انجام میده که یک بحثی بسیار اساسی است. منبع چی است؟ منبع غذای ما چی است به نظرتان؟ منبع غذای ما، منبع غذای ما دو چیز است، یا حیوانی است یا نباتی است، که انشاءالله سر روی از این موضوعات هم زیادتر صحبت میکنم. تصفیه و دفع صحیح فضلاب ها هست. فضلاب چی است؟ اکسابین هایت نازین فضلاب تنها مربوط به مواد زاید بدن منتو نمیشه، یا تنها مربوط به مواد غایطه یا استول و یورین و ادرار ما شما نمیشه. فضلاب گند آب است
یعنی آبی که بیلانس اولش کمتر باشه، پایینتر باشه، آبی که دوباره قابل استفاده مجدد نداشته باشه، ما با آب گند آب یا فضل آب خطاب میکنیم. هر چی که باشه سه نوع است. فضل آب های خانگی است که مربوط به شستشوی، غذا، لباس، عموم کردن ما شما میشه، بعد مواد غایطه و جونی ما شما میشه، بعد ما شما گند آب های زراعتی داریم و گند آب های صنعتی داریم و مخلوط یا کمپلکس از این هم در بعض تکسبوک ها یک وجود داره، مانند سیلاب ها. سیلاب اگر میایه مثل گند آب خانگی رو میگیره، زراعتی رو میگیره، صنعتی رو که خود میگیره، اشرفخانه رو گند آب هایش میگیره، کلش یک کمپلکس که میسازه. اینه میگه که چی است؟ میگه مخلوط از گند آب ها یا مخلوط از گند آب ها. دفع و تصفیه مواد فضل آب جامد و سمی یا مضر یا زهری و کاهش آلودگی آب، هوا، خاک و صدا. سر آب، هوا و خاک زیاد صحبت میکنیم دکتر نازنین. صدا چی است؟ نایس، وایس، نایس پولوشن یا نایزی که برش خطاب میکنن. صدا هم میتونه باعث مشکلات در نزد شما شود دکتر بی‌نهایت نازنین. وایس پولوشن اگر در یک جای سر صدا بی‌نهایت زیاد میباشه، ما شما چقدر اذیت میباشیم، چقدر ناراحت میباشیم، سردردی رو به شما ایجاد میکنه، بلند رفتن فشار خون، هایپرتنشن به شما ایجاد میکنه، برنگس گوش ها یا وزوز کردن گوش ها که اصطلاح تیپیش به نام تینایتس است میتونه در نزد شما ایجاد بکنه. شما یک آسان براتون میگم، یک مثال عادی، میرین در یک محفل عروسی، محفل عروسی میرین در اونجا شب، بعد زمان که دوباره خونه تون میرین سرتون در بالش میمونین، سرتون بنگس قدم میره، این می چی از دکتر نازنین؟ تینایتس است، آلودگی هوا هست، صدا هست. انسان ها قادر به 60 دسیبل از دکتر نازنین که بشنون 60 دسیبل واید اندازه گیریش دسیبل هسته. چی میگه؟ در بعضی کتاب آمده میگه 55 الا 80، اما اوسط چه میگن دکتر با نهایت نازنین؟ 60 دسیبل انسان ها راحت میشنوه، نه برنگس گوش ها را ایجاد میکنه، نه خدای نخواسته هدک یا سردرد میشه و یا نیک مشکلات قلبی بیار ایجاد میکنه و همچنان کنترل و عوامل پرخطر محیط کار را میتونه که برمو شما چی کنه؟ یکی از فعالیتاش است که کنترلش بکنه که کدام عوامل بر ما پرخطر هسته در محیط کار ما. ما شما دکتر صاحبای دندان هستین، در دواخانه‌هایتان کار میکنین، در دواخانه‌هایتان چی چیزها میتونه که برای شما مشکل ساز باشه، پرخطر باشه؟ از خود ماشینتان گرفته، از خود فورسپستان گرفته تا الیواتور تا همه وسایل دیگه که شما در دواخانه‌هایتان استفاده میکنین، این کالج میتونه که برای شما چی باشه؟ جنجال برانگیز باشه و ناراحت کننده باشه. دکتر صاحبای نهایت نازنین، امروز منتقله از محیط انشاءالله در نوار بعدی براتون میگم. در این نوار دکتر به نهایت نازنین در هر قسمتش اگر نفهمیده بودین براتون گنگ بودک، دوستانه آزادانه پرسان بکنین. ممنونیسی اگر نمایتان در خدمتتان هستم. شماره ما منشار در واتساپ شما حد میشه، میتونین بگیرین. هر سوال شخصی هم داشتین میتونین که یک وایس بکنین، انشاءالله در وقت مشخصش براتون جواب خواهد دادم تا اینکه بتونیم یک درس خوب یاد بگیریم. تا نوار بعدی خداوند یار و مددگار همتان باشه. بدرود.